آقای رئیس جمهور عزیز و بزرگوار، دولت پدر ملته، پدر بر فرزندان و همه اعضای خانواده قطعاً با رحمانیت و مهربانیت و با رأفت، مخصوصاً در نظام اسلامی با رأفت اسلامی برخورد می کند. بعضی از فرزندان ما در ایران اسلامی، مخصوصاً در شهرهای ما، متأسفانه بر اثر هیجانات و مهمتر از همه فقر مالی، بیکاری، تورم، فشار اقتصادی و یه سری مسائلی که همچنان که ما مسایان بزرگوار و ائمه محترم جمعه فرمودند، ما مسئول جسارت ما شد خدمت حضرت عالی و بزرگان حاضر در جلسه، کمکاری بعضی از ما مسئول که روش اعتراض رو ما به این بزرگواران، به این فرزندان خودمون هنوز آموزش نداریم، معترض شدن به یه سری مسائل. ما انتظار داریم از حضرت عالی که دستور بفرمایید اکیدن بچه هایی که گرفته شدن، بازداشتند یا در زندانن، بچه های ما هستند، برادرزاده ها، خواهرزاده ها، فرزندان ما، فرزندان این مرزوبوم هستند، انشاءالله به آغوش خانوادهشون بازگردند و خانواده ها را خوشحال بفرمایید. خداوند شما را هم خوشحال می کند انشاءالله. این سری از مسئولین متاسفانه در این نظام اسلامی ناکارآمدی کردند و بیمیلی کردند و متاسفانه جفا کردند، اختلاسهایی رو انجام دادند که امام راحل فرموله مواظب باشید، مواظب اوضاع این زاغنشین ها باشید. توریدات داخلی رو که ما بر اساس فرموله های مقام معظم رهبری و حضرت عالی و همه مسئولین، ملت ما، مردم ما از توریدات داخلی استفاده می کنند، اکثریت قریب به اتفاقشون، اما می بینیم تولید داخلی اجناسی رو تولید می کنند که واقعا بعضی از آنها قابل استفاده نیستند. دستور بفرمایید که انشاءالله هم به وضعیت معیشتی مردم، کل مردم ایران انشاءالله با تقسیم عادلانه که حضرت عالی حقوقدانی و ما شما را به فرد عادل و ظاهر و پاک میشناسیم و بودجه‌ای که واقعا اقتصاد داده میشود به استانها و شهرستانها عادلانه تقسیم شود. فراهم کردن اشتغال برای جوانان تحصیل کرده از جمله مطالبات مردم استان از رای جمهور محبوب شامل، در این راستا بهره برداری از دو منطقه آزاد تجاری افغانه و مریوان یکی از بزرگترین نویدهای اقتصادی بزرگ برای مردم فهیم و بابصرت استان کردستان ملیزا می طلبد این مزها با مدیریت قوی و ساماندهی مناسب جهت بهره برداری بیشتر مردم استان صورت گیرد. امیدواریم وعده‌های اقتصادی بخصوص و اندازی کارخانجات تولید توسط دولت جامعه عمل پوشانده و می پوشاند. کنترل تورم مطالبه جدی مردم است. جناب رئیسی، رئیس جمهوری محبوب، مطمئن باشید که کردستان هیچ وقت مائل بدوستی با دشمن نیست. چرا؟ دشمن همون است که در زمان جنگ ما را با حدود 10,000 شهید جانباز و اسیر مورد حمله قرار داد. همون دشمنی که امروز حامی میگوید ما حامی شما هستیم، نه، اون روزی که واقعا 118,000 نفر کرد عراق انفاد شد، اونا میش در بیدان اونا کجا بود؟ کجا بودن اونا؟ اون زمانی که واقعا سردشت ما مورد حمله شیمیایی دشمن با 60 نفر کشته، در یک ساعت کجا بودن که دفاع کردن امروز مدافع؟ نه، ما اصلا باور با اونا نداریم. مردم کرد همیشه وطن دوست بوده و همیشه دنبال امنیت کشور بوده و قطعیت امنیت کشور را با هیچ چیز معاوضه نمی کنند و وجدان اون اونایی که واقعا در شهر حلبچه عراق در اون زمان که واقعا با بمب شیعی دشمن حدود 5,000 نفر قتل عام شد، وجدان اونا کجا بود؟ ما اینا را میشناسیم. جناب رئیس جمهور، استان کردستان در جنگ ایران و عراق 10,000 شهید و جانباز را تقدیم انقلاب کرد. ما در نوار مرزی از انقلاب شرکت کردیم. شرکت ما به طوری بود حتی در شهرستان بانه چند کامیون نان را جمع‌آوری کردیم، در زمان آیت الله طالقانی به تهران فرستادیم. ما استان کردستان خدمتگزار مرزیم،
وحفظ مرز وحفظ حراسة مرز بعدي ماس جناب رئيس جمهور مردم كردستان نمي خواهن از ايران خدا نكرده جدا بشوان روحانيون استدعا دارين در خدمته جوانهاي كي مغرور شدن يا خطا كردن يا اشتباه كردن يا بعضي از فقر و گرسنگين كرر عمل كي انجام دادن استدعاء روحانيون ما اين است کیانها را عفو فرمایید. ریاست محترم حضرت عالی همچنان که دشمن چند سال برنامه ریزی کرده بود که در این ایام این مشکلات رو به وجود بیاره، حضرت عالی به عنوان یک دولت انقلابی و جهادی که پای کار هستیم ما انتظار داریم. ما نیروهای انقلابی هستیم، ارزشی هستیم، هزینه دادیم، امیدواریم که حضرت عالی بتونین اون مشکلات رو مرتفع کنیم. به عنوان یک روحانی، یک کت خدا منت، یک واسطه، یک خادم ملت، یک سرباز ولایت از حضرت عالی این استدعا را داریم. اگرچه من نوعی امام جمعه شهر سال دیوان ملت چندین بار دفتر من نوعی را مورد به احترامی خلال حتی در شبکه های معاند پخش کردن که منو شهید کردن، ما همه افتخار به امر شهادت می کنیم. ولی اما حضرت آیت الله رئیسی خاشعانه و خاضعانه از محضر حضرت عالی خواستار کل زندانیان اعتراضات اخیر و اختشاشات اخیر که فریب خورده استقبار و واقعا شکست خورده های سیاست های کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند به حرمت اون احادیث نبوی که حضرات علما فرمودند و این فرمایش نام حضرت آقا مقام معظم رهبری که بارها و کراران فرمودند آغوش گرم انقلاب برای فرم خوردگان سیاسی برادست و در مسئله اختشاشات اخیرا فرمودند عده هیجانی شدند به خیابان ها اومدند مشمول عفو و لطف و رحمت حضرت عالی و قوه قضائیه و دستگاه قضا شدند. آیان محترم و بانوان گرامی، حضرت امام موسی عزیز و آقایان و علمای شیعه و سنی، این کردستان شاهد توطئه‌های بسیار دشمنان است. اما مردم کردستان مردم آگاهی بودند و هستند، مردم فهیمی هستند و جزو اقوام نامدار ایرانی هستند که همواره تأکید کردن بر اینکه میخوان مسلمان زندگی کنن، میخوان مسلمان حرکت بکنن و نسبت به توطئه دشمنان هم حساسیت خودشون نشون دادن. دلیل و صدق این مدعا هم شهدایی که تقدیم انقلاب کردن، اینا نشان صدق، نشان صدق مجروحین، جانبازان و خانواده های معذبشون هستن که در جای جای کردستان هستن، اینا نشان صدق. دشمن انقلاب اسلامی امریکاست، رژیم صهیونیستی است. ما دشمن نباید گم کنیم. اگر کسی گول خورد، اگر کسی تحت تاثیر هیجانات قرار گرفت، او رو باید متنبهش کرد، آگاهش کرد. 86% اینا که رفتن آزاد شدن، یعنی از همین تیپایی بودن که اینا گول خورده بودن. آماری که به من دادن اینه در کردستان. ببینید نگاه هم همینه، نگاه این کسی، ولی کسی میاد قتل میکنه، کسی میاد ناامنی ایجاد میکنه، کسی میاد زن و بچه مردم رو مورد حمله قرار میده، کسی میاد کسب و کار مردم رو دچار توقف میکنه. این که یا که کسانی هستن که چه ناآگاه چه افرادی هستن که دارن جامعه رو و نظم جامعه رو به هم میزنن، اینا رو که نمیشه بهشون بیتوجه بودش. من حتما نباید اجازه داد، به هیچ کسی اجازه نمیده تو جامعه بی‌نظمی و ناامنی رو اجازه نمیده بیان مطلب و بیان سخن غیر از این حرف هاست. اونم که آمده میخواد به هم بزنه همه چیز رو، دنبال بیان نیست، دنبال یک مأموریت دیگه است. خودش هم شاید نداند که داره مأموریت کسی دیگر انجام میده، یعنی عامل کسی دیگه هستش، منتها خودش نمیدونه، فکر میکنه که حرفی کاری ولی در جای خودش مسئله اقتصادی، در جای خودش فرهنگی، در جای خودش رفع مشکلات حتما حرفای درستی باید ایجاد کرد. اما این قضیه، این قضیه نیست، این قضیه و این اقتصادات اون دنبال اونی، نه دنبال رفع مشکل مردمه، نه دنبال اقتصاد مردمه، نه دنبال مسئله فرهنگی. اونی که شما تو خطبه میدی داد میزنی میگه آی مسئله رفع بشه، اون بله مشکل رفع مشکل مردمه. یعنی هر صدایی که بلند شد اون صدا صدایی نیست که میخواد رفع مشکل مردم بکنه،
این معلوم باشه. الله.